فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساده شب و روز در هوای دل است. صفای دل خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما اندازه ها رو درست مشخص نکنیم طبیعتاً ذلیل میشیم. منی که میخوام یه سفر طولانی بکنم، یه راه طولانی رو در پیش دارم، اگر امکاناتی رو که فراهم کردم به اندازه مقصدم نباشه طبیعتاً بین راه میمانم و طبیعتاً به مقاصدم نمیرسم. پس در هنگام تقدیر لازمه که عنصر غفلت و عنصر غرور خودمون رو نجات بدیم. من تو تقسیم بندی که تو ذهنم بود تو روایت داریش توجه پیدا کردم، اقترار ما و پذیرش غرورهای ما چند دسته میشه. یکی اقترار به حیات دنیا که همون تو آیه مطرح میشه، یکی اقترار به خلق، یکی اقترار به شیطانه که همون لا تقرن نکن بالله الغرور، خود شیطان آمده بود، یکی اقترار به نفس، یکم اقترار به الله. و نتیجه این دار و چنین شیطانی اقترار به این ابعاد گسترده هست، اقترار به حیات به خود زندگی دنیا ما مغرور میشیم. به چیش مغرور میشیم؟ یکیش جلوه های این حیات، یکی دیگه اقترار به بود دنیا. مثلا بچه بود که از اساتید ما جمله لطیفی میگه، میگفت دنیا بودش و نبودش فتنه. آدم بچه پیدا میکنه گرفته، بی بچه میشه قصه. ما الان بعضی رفقا داریم مثلا مدت بچه دار نشد، چقدر قصه بچه دار شده، از اون شب اولش مبتلا شده تا سران دو سه ماه بچه مدام گرفتاری. این گرفتاری های مستمر به حیات دنیا که اقترار به حیات، اقترار به جلوه های متحول دنیا، اقترار به اصطلاح بود و نبود این دنیا، به اقبال و ادبار دنیاست. دیدین انسان دنیا که مقبل میشه به قوم، اذا اقبلت دنیا الى قوم اعارتهم محاسن غیر و اذا اصبرت عنهم طلبتهم محاسن غیر. اقترار اینه که تو اندازه گیریات نمیتونی بفهمی که این مقداری که الان داره به تو رو آوردن، این مقداری که به تو اقبال کردن، این مقدار اقبال اسیر نیست. رو این مقدار سرمایه گذاری نکن، این وسط را از دست میره. رو اون مقدار نیروی تو بار بگذار و برنامه ریزی کن که تو رو رها نکنه. و اگر رها کردن برنامه بعدت رو داشته باش که میان راه نمانی، به ذلت نیفتی، از اهداف چشم نپوشی. ما میدیم وقتی ابا عبدالله یه هدفی داره، جمعیت رو آورده، مقتر به جمعیت نشده بود. اگر مقتر شده بود وقتی که ادبار مردم رو میدید بعد از اهدافش دست میشد کنار میکشید، حسین گامی عقب نگذاشت. این صلابت در حرکت و این استقامت در رفتار علامت از اتکایی میده و علامت از تقدیری میده و علامت از برنامه‌ریزی دقیقی میده که همه آمد شدها و همه رفت آمدها رو تأثیر نمیده. میدونه راهش رو، میدونه کارش رو، مقتر نیست. بل اگر من مختار باشم، همین که ادبار مردم شروع شد تو سر خودم، میگم بیچارم. همین که زیاد شد، میگم پس ادامه بده. رو موج‌های کاذب می‌بینی که برنامه‌های رو با صدق و نیت خوده. و این اقبال و ادباره که اعارت هم محاسن غیرهم، اون معانی آریه این می‌بینی تو تارازوی تو رو سنگین و سبک می‌کنه. و اذا ادبرتن هم، وقتی ادبار می‌کنه طلبت هم محاسنهم، تو می‌گیری. مسئله دوم اقبال به خلق، اقترار به خلق. اینا رو من فقط تو بیانی که ایشون داشتم تو فهرستوار تو ذهنم بود، اینو میگم بقیه‌اش با خودتون.
اقترار بالخلق، حرفای مردم. آدم با تعریف مردم مقتر میشه، گفتم با صلوات دروغ غیر دروغشون مقتر میشه، مبتلا میشه. و این نکته رو فراموش نکنید. من به نتیجه رسیدم، گاهی به خانواده میگفتم، گفتم شما گاهی میرید تو جمع دوستان خودتون یه صحبتی میکنید، صحبت هم صدقه، میبینید باعث به هم خوردن تمامی زندگی یک نفر میشه. ما یه حرفی داریم میزنیم، یه تعریف رو داریم به طور عادی میکنیم، همین تعریف یا گول میزنه دیگری رو مبتلا میکنه. اینقدر باید دقت داشته باشیم در معاشرت هامون که ما عامل اقرار مردم نباشیم، تعریفی نکنیم که او خیال کنه هم تابوت دیگه شده، دروغ نگیم به هم. شما عمدت و تجار خدا رحمت کنه که از روز رفقا بود، میگفت فلانی من پیش تو میگم از بزرگان بازار قمم، میگفت من از این خاطر خوشم میاد تو فوشم میدی، اون بادایی که جای دیگه هم پیدا کردم اینجا به قول ما استش کشیده میشه میره. باز صحبتی بود مطرفش، میگفت خوبه شد تو به من نمیگی عمدت الاخلاق زبدت التجار ماشاءالله بلان مسجد انقدر کمک کرد. و من میگم این ظلم من به این همینه که بگم به باریک دین من به من یاد داده حلیت المتقین استقلال بالخیره، یعنی کار خیر رو کم بشمر تا زیاد بشه، و استکثار و شر کار بد رو زیاد بشمر تا محاصرش کنی و گسترش پیدا نکنه. تو وقتی یه شری رو کوچک شمردی، آتشی رو ندیده گرفتی، پشت سر تو طوفان‌ها اونچنان باورش میکنن که تا دامنه جهنم کش میاد، و وقتی تو شری رو محاصره کردی خاموشش میکنی. این دین من به من آموخته که تو کارها رو بزرگ نشمر حتی خیراتشو، و کوچک نگیر شروعش. من چطور میبینم در حال بری آقایی که میبینم واقعا کار بزرگی هم انجام داده، چطور میتونم بذارم اون مغرور بمانه؟ چطور با تعریف من مغرور بشه؟ دقت کنید، اگر ما میگیم خلق عامل اقترارن، تنها از ناحیه اون طرفیست که من مقتر نشم، من باز غرور دیگران هم نباید بشم. این دو بعدی قضیه. اگر من میگم خلق باعث میشن من ذلیل بشم، خودم عامل ذلت نشم. به عیال من این تذکر رو بدم، بابا تو جایی حرفی میزنی، این اساس زندگی که به هم پاشیده شد. حرف راست هم میزنی، بابا آقامون خیلی خوبی مردم دعوا دارن، اختلاف دارن، خیال میکنن همه مردا فلان، تو بده همه مردا بدونن فقره. تو از تحملت بگو، از برخورداریت بگو، از دقتت بگو، چیزی بگو که او به زندگیش وابسته بشه، نه چیزی که وقتی میاد پیش شوهرش شروع کنه که اونا ببین اونا همه آفلانن، همه بهمانن، همه بیسارن، اونا براش زنشون چه میخرن چه میکنن تو خانه. دروغ دروغ. آقای ما تو خونه میاد بچه رو از اول بغل میکنه تا آقای ما تو خونه میاد جارو میزنه تا دروغ. این دروغ باعث میشه که او در اونجا خودشو بده، بعد زندگی دیگری بشکنه یا دیگری شوهرش به زحمت بیفته. ما این نباشیم از کسانی که با حرفمون، با سکوتمون، با کلاممون، با اشاره هامون دیگران رو به زحمت انداخته باشیم، باعث غرور دیگران نباشیم. این خوب دقت کنید، نکته خیلی لطیفه که ما حرفی رو نزنیم که طرف مبتلا بشه. تو ارزیابی خودش، تو تقادیر خودش خیال کنی این امکان رو داره، دارن که این امکان وجود نداره. خیال کنی که بله بزرگان اینطوری زندگی کردن، بعدم نه بابا زندگی چقدر گرفتاری از اساسی داره، بعدن دیدم مثلا بعضی میخوان ازدواج کنن، واقعا مقتر به ازدواج. فهم کنه آدم که زندگی صبح میان میگن بلند شید شیر کاکائو هست، بلند شید غذا بخورید، با نمیدونم با پر قو آدم رو باز میزنن، بلند میکنن، میشونن، اخاف بلند بیدن غذا هست، در 12 شده هنو چای جوش نیامده، حالا مادر تو او کسی چای میگه هیچی. واقعیتیه که باید توجه داشته باشیم، ما مقتر به تعاریف به خدا قسم دروغ ها اونچنان در نفس ما کارگشا میشن، کم نگیرید این رو. به خدا قسم بهترین معاشرت معاشرتیه که نقطه ضعف های ما درش با سالوس و ریا و تظاهر پوشیده نشه. شاید یکی از اعتراضایی که به خود من میکنن این که مثلا جمع مؤدبی قبول دارن، خیلی راحت میشه همه چیز مؤدب، اونچنان پوست تخ انداخت، اونچنان سلام علیکم، همه چیز مناسب، دل آشفته، دل شیاطینی درش محبوط و مسجون هست، تظاهر، عشقا، نگاه ها، لبخند ها، آدم خواهد باید به کنگره عرش نا بگم نه با پنچنان بازیگره. خب چرا ما میخوایم به کی بفروشیم؟ چرا مقتر میشیم به تعاریف؟ و چرا این تعاریف که میدونیم عامل غرورمونه به دیگران منتقل میکنیم؟ ساکتیم. رحم الله من احضا الگه عیوبه شان میکنی شوخیه. اون جمعی که نتونه
نقطه ضعفای رفیقش رو بهش تذکر بده، اون لحظه هایی که تو گفتم مغرور نقطه های قوت خودت هستی، اگر جمعی نتونه نقطه های ضعف تو رو بهت نشان بده، بدان فتنه های شیطان رو بتو فروخته، بدون تو رو اصلا بالارزل الادنا فروخته، تو رو رها کرده. رفیق کسی نیست که نقطه ضعف تو رو میبینه و ساکت میمونه. چون مستطرفی تو حاشیه‌اش قصه نقل میکنه که در اون هنگامی که اندلس محاصره شده بود با مسیحیین، خب یه مقدار از اون بزرگان از حکمرانای مسلمان ها با اون امکانات عظیمی که داشتن، از دهانه های طلا و نمیدونم سر جزین طلا و اونچنان برو بیا و کیا و بیا هایی که همه چشم ها رو پر میکرد، دیگه باور نمیکردن با این اقتدار انسان ها به ذلت کشیده بشن و حکومت ها از دست برن. در یه جنگ داخلی که هست به یکی از وزراش که وقت سپاهش رو سال میبینه، میگه توی سپاهی که اینقدر مثلا جلوه داره و اینقدر عنوان داره و اینقدر کتاب داره و اینقدر حساب داره، چند نفر پهلوان میبینی، چند نفر قهرمان میبینی؟ چون موقع هم جنگ های تن به تن با پهلوان ها رقم این هیچ نمیگه، میگه صد تا میبینی و این تیپ و همه دهن های طلا و پهلوان های حمله عظیم الجثه مشابهش هم بود داری، بعد این همه بعد به کجا میبینی؟ صد تا نه، 90 تا نه، 50 تا نه، 10 تا نه، تو داری تضعیف میکنی روی سپاه، بیرون میشه از وزارت، از دشت کنارش کنی. جنگ شروع شد، گردن کلوف یا او بر آمد درش مرحبی سوار اسب شو ولی بر یک چنین در رفت کشت و انداخت شدیم، دو تا سه تا چهار تا از این مسلمان ها رفتن اونجا، همه خب اینا با عیش و عشرت همراه بودن، دیر کار نکرده بودن. گفتم گاه یک انسان در شکستش درس پیروزی رو میگیره و گاه میبینی در پیروزیش خام میشه و ذلیل میشه و مقتر میشه و به شکست مبتلا. بعد حاکم دید که اینجوری اوضاع براش میشده، اونم جنازه ها رو انداخته بود روی اینا، جو دست و خیز میکرد بالا پایین میره، گفت کسی نیست بیاد بره بهش، خلاصه رجعت میخوام، روحیا شکسته شده، ذلیل شدم. فریاد این بلند شد، حالا کسی نیست که بره بهش. اون حاکم به این وزیر جدید گفت چه بکنی؟ گفت کسی بتونه کار بکنه اون وزیر مخلوق. گفتم برو پیداش کن. آواز دانش اون وزیر خدا رحمت کنه عربیم، گفت دیگه نگفت به من کار ندادید و منو کنار گذاشتید، من کار نمیکنم. هیچ نگفت، دست به کار شد، آمد توی سپاه نگاهی گشت، کرد دید یه نفری مشک رو دوشش هست داره صفائی میکنه، آب میده به این افراد سپاه. اومد نزدیک به این گفتش که نمیبینی این خبیث به قول ما چه میگه؟ گفت چرا؟ گفت نمیخوای درمانش کنی؟ گفت چرا؟ میگن مشکشو گذاشت اونجا، یک سیم برداشت و یه رشته برداشت و آمد او رو، او پهلوان اون طرف رو که 5-6 نفر رو کشته بود زنده دستگیر کرد. خب جمعیت وقتش عوض شد و پیروزی هم آمد. این نکته عظیم مهمه که من وزیر نمیتونم مغرور کنم افرادم که من نداری نداری و حتی اونی که تو داری اونقدر بد باهاش برخورد کردی که سقایی میکنی. این اقترار به اندازه های دروغ رو به خودتون به جمعتون نفروشید. سعی کنید، گفتم اگر هم طرف نمیپذیره غیر مستقیم با نرمی یواش یواش حالیش کنید که چند مرده هم داری. نقطه های ضعفش اگر با زبانتو نمیفهمه با شرایطی که براش فراهم میکنی بهش نشان بده. آدمی که خیال میکنه مدیریت 50 تا کارو داره، یه کار بده بره بلیط بره بخره، تو جمعای خودتون عنصر غرور رفیقتون آب نزن. اگر از کسانی نیستی که نمیتونید اون غرورشو بشکنی، نه اینکه ذلیلش کنی، نه مرادم شکستن غرور اینه که تو پد طرف بزنی، نه، اینه که به بنبست‌هاش آشنا شو. اگر نیستی از کسی که از کسانی که او رو به بنبست ضعف‌هاش آشنا کنی، نباش از کسانی که آب به غرور، نباش از کسانی که اعوان شیاطین بشی، اعوان ظلمه بشی، مخترش کنی. وقتی که حضرت صادق به صفوان جمال میگه که تو اعوان ظلمه هستی به خاطر اینکه جمالت رو به او کرایه دادی، میگه من این کرایه دادم، پولش رو برای شما آوردم. حضرت میگه آیا این اندازه نمیخوای که او باشه برگرد؟ او خوشحالی دشمن ماست، بهره برداری دشمن ماست. جای حرف زیاده، حالا من خلاصه هاشو بگم. یکیش تعریفه، هیچ توجه خلق منو مغرور نکنه. گفتم این آدم ها آدم هایی هستند که آمد و رفت هاشون مثل سیله. اگر تو اون لحظه تونستی بهره بگیری بگی بس که خاموش شد تمام میشه. چشمه مستمر نیست، دروغابه، یه آب مستمر نیست که ادامه پیدا کنه. یه آبی که یه لحظه هست، اگر تو اون لحظه گرفتی گرفتی بسید تو آب رودخانه قم، دوتا کوزه تو باید با هم پر کنی. بخوای یکی رو پر کنی که دومی رو پر کنی چه وقت آب قطع میشه. یکی دیگه عطا خلق،
من خلق، اینو دیگه ترجمهش نمیتونم بکنم. یکی همون بیانی که تو روایت بود، جمعیت خلق، اقبال و ادبار خلق، همونطور که اقبال و ادبار دنیا رو بهش اشاره کردم. یکی دیگه هم معیت و همراهی این آدم ها. اینیم هر کدوم با یه دیدی اومد دنباله، هر کس با یه عشق میره تو کوه، یکی میره سنگ جمع کنه، یکی میره تنفس کنه، یکی میره ماهیچه پیدا کنه، یکی میره ماهیچه‌شو آب کنه، نمیدونم روغنشو آب کنه، بیالا هر کس با یه عشق، یکی میره معدنی بگیره، یکی میره گنجی پیدا کنه، یکی میره جن پیدا کنه. تو با کسانی که همراه میشی ببین چه میخواهم، لااقل رو مشترکاتتون برنامه ریز، الا تنهایی اونها رو طرف ها در میاد. اینا هم اختراره به خلق، اختراره به شیطان، به خفاء شیطان. یکی از عظمت کار مثلا هو و قبیله من حیث لا ترونه، راجع به شیطان میگه شیطان جوری که شما اونو نمیبینید و شما رو میبینه، دشمنی که برای شما ملحوظ نیست و شما در معرض دید او هستید و ملحوظ او هستید. این باعث اقترار ما به شیطان میشه. گفتم شیطان دو تا کار اساسی داره، لاغوینهم لاذینن لهم اجمعین، هم اقوا میکنه هم زینت میده. یکی هم یه اقتراره به نفس، هم بیانی که اونجا داشت، این نفسم لحظ داره، اشکو لیک نفسن به سوء اماره، الالخطیعت مبادره به معاصی کم مولعه، ولع داره، لحظ داره، لغو داره، امر داره، نه داره. این خصوصیات نفسی که درش هست، هر کدوم هم متفاضل. بعد نفس فتنه ها داره، بازی ها داره، پنهان میکنه خیلی چیزا رو که میخواد نشون میده که نمیخواد، خیلی چیزی که نمیخواد نشون میده که میخواد. هزار بازی داره، اگر این بازی ها رو نشناسه انسان اونچنان تو دام این نفس و مکر و خدا و امانی نفسش قرار میگیره که از اونجایی که باور نمیکرده چوب رو خواهد خورد. اینم اقتدار به نفس با دنیاهایی که داره. اینم حالا ان شاءالله فرصتی باشه جای گفتگو و بحث زیادی داره. یکم دیگه اقتدار به الله، ما حتی نسبت به خود حق مغرور شیم، یا قریبا لا یبعد عن المقتر به، حلم حق ما رو مغرور میکنه، کرامت حق ما رو مغرور میکنه، نعمت حق ما رو مغرور میکنه، امداد حق ما رو مغرور میکنه. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محدود، عطاء حق، امداد حق، نعم حق. چون بی خود تون جمله نمیگه لا تمدن عینه که ایلا ممتن و به من هم زهرت الحیات دو لنفتن هم فی و رزق ربکه خیرون و افها. افتنان ما، فتن پذیری ما، اقترار ما حتی با نعمتهای حق تحقق پیدا، اقترار به عبادت هم تو روایت بود، اقترار به اخلاص، اقترار به توجهات، اقترار به اعمال خوب، اقترار به احوال و حالتهای خوب، اونچنان ذلیل میکنه نفوس سالک رو که بیاید. نه همش جای صحبت، در هر حال این توجهاتی که باید یکی یکی بهش دقت کرد جمع میکنم. در یه مقطعی میبینیم به قول آدم یه توی یه مراحلی که انسان بنا گذاشته به حرفا و به نقطه ها توجه کنه، گاهی تو دلش یه امر خطور میکنه، بعد جایی بودیم میپرسید فرق بین وسوسه و الهام کدومه؟ کدوم از کجا بفهمه این وسواسه مغرور به وسوسه ها نشه، یا نه این عنایت حق الهامیه، وحی به قول ما، اشاره ای که از ناحیه حق شده. فرق این دوتا با هم دیگه، ما مغرور به این دوتا نشه. نکته ای که عرض کردم من اونجا، این گفتم یادم نره میخوام بهش اشاره بکنم، همینه که وسواس با الهام اساسا از اینجا مفهومه که هدایت و الهام حق بینات. این دقت بکنید تو این آیه که راجع به ماه رمضان هست که الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الفرقان، یعنی عنایت های حق عنایت های بسته محدود محبوس نیست که مشخص نشه، بینات من الهدا. و سر قضیه که بینات به خاطر این که ما از اون طرف شروع میکنیم، ما میخوایم از سبل به صراط برسیم، در حالی که تو سیر طبیعی از صراط باید به سبل رسیم. اگر این سیر طی بشه، از عبودیت بخوایم سراغ عبادت بیاییم، بحرانی نخواهیم داشت. نیت کنترل شده است، محرکا کنترل شده است، سنت کنترل شده است، اهمیت ها کنترل شده است، طبیعتاً دیگه وسوسه شکل نمیگیره، مشخص آدم داره. ولی اما به عکس باشه، من در نیتم ابهام داشته باشم، سنن رو ندانم، اهمیت هم نشناسم و میمانم، هر خطور ذهنی رو نمیدونم این الهام یا وسوسه است. ولی وقتی که من اهمیت رو میدانم، سنت رو میدانم، خلوص نیت یا وضعیت نیت هم را هم میدانم، یه ابهامی برای من باقی نمیمونه. هدای حق بینات،
فرقان رو به همراه خودش دارین و دفت اون زلطیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا. فرق خدا با بینات هم اینه که هدایت اون بیانات اولیه که میشه هدایت های اولیه است، ولی مراحل بعدی هدایت مراحل مبین، مراحلی نیست که با وسوسه، با فتنه های شیطان، با الهامات شیاطین، با وضعیت خناس هایی که یوسوسو فی صدور الناس من الجنت و الناس با اینها مخلوط نخواهد شد. مل فرقانه، چون گفتم هدایت در مرحله ابتداییش با هدایت در مرحله ایمانش، با هدایت در مرحله تقواش، هدن للناس، هدن للمؤمنین، هدن للمتقین، هدن للمحسنین، اهتدوا زادهم هدا. این یه وضعیت بالای هدایت مستمر حقه، اینا متفاوتن با هم. و بینات من الهدا والفرقان، مثلا در حد تقوا تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یهد قلبه میاد، وضوح و هدایت های بعدی شکل میگیره در مراحل بعدی ایمان یا تقویه ایمان. اینا باید توجه داشته باشیم. امر مقتر به وساوس کسانی میشن که از به قول ما از اون طرف میرن، بلد نیستن چجوری داخل کار بشن، از ته شروع. بلکه اگر از صراط به سبل رو بیاری، یعنی از عبودیت دنبال تکالیف باشیم، مشکلی نداره. ولی ما میخوایم از عبادت به عبودیت برسیم، اینه که فتنه ها و دام های شیطان ما رو میگیره. فرق عبودیت و عبادت رو من قبلا هم شرح دادم. در عبودیت 6 تا عنصر مطرحه: نیت هست، سنت هست، اهمیت هست، عبد منیبه، عبد متضرعه، عبد متوکله، عبد مفوض امر الله، ان الله بصیر بالعباد. این دید مجموعه مسائل رو درش دقت بکنید. یعنی اگر این معانی بیاد، دیگه امکان نداره تو این چین بنای محکمی تفصیلیت بین وسوسه و الهام و هدایت حق بشه. در هر حال عرضم است که جمع بکنم، کسانی که میخوان برنامه ریزی کنن خوب دقت کنن. مغرور به نقطه های قوت خودشون و غافل از نقطه های ضعف خودشون نشن، چون اقترار به قدرت ها، استکثار خیرات باعث سستی، باعث قناعت، باعث غرور، باعث گندیدن، باعث پروریدن شیاطین میشه. مجموعه مسائلی که پشت سر هم شد. نقطه ضعف ها رو فراموش نکنید، از نقطه ضعف ها غافل نشید و گفتم در نقطه های قوت خودتونم مختر نشید، چون انسان با نقطه های قوتش ولو همراه باشه، از نقطه های ضعفش اگر آسیب بپذیره همه قوت هاش ذلیل شد. گفتم وقتی که این سقف از یک گوشه آب داخل بشه و پایه رو ببره، قوت های سقف هم بر سر تو آوار میشه و هر چه محکم تر باشه تو رو زودتر نابود. اینو فراموش نکنید. عوامل ذکر ما، عوامل تنبه ما، عوامل توجه ما، گفتم یکی به همین توجه به تحول هاست، یکی توجه به موت، یکی توجه به تحول دنیا، یکی تحول نعم، تحول وجودهای خودمون، یکی دیگه عوامل ذکر ما که عامل دقت ماست، بعد راه، سختی راه، هجوم شیاطین. روی دقت هایی که به ما میده که شیطان گولتون نزنه، شیطان بر شما داخل نشه، کم میکنه شیطان. شیطان من دیدم در مکر شیطان یه نکته خیلی لطیفی هست. گاهی ما وقتی که میخواییم مشکلی رو شیطان میخواد مانع ما بگیره، اونقدر بزرگش میکنه تا اون مشکل فرار کنه، در حالی که اگر تو دقیق باشی مشکل رو ریز میکنی تا بخوریش. مشکل رو شیطان بزرگ میکنه تا فرار کنه، گاهی مشکل رو بزرگ میکنه تو رو کوچک میکنه. اون آیه هستش که سوره توبه هست که وقتی بهشون میگه شروع کنید، لو اراد الخروج لعدوا له عدة یقولون لو استطعنا لخرجنا. وقتی که بهشون میگن جهاد کنید و حرکت میکنید، میگن نمیتونید، اگر میتونستی میامدید. خوب دقت کنید، یهلکون انفسهم، اینا خودشونو کم میکنن، هلاک میکنن، خودشونو نفی میکنن تا تکالیفشون نفی کنن. نه مکر نفس از خودهای شیطانه. یهلکون انفسهم، آیه جوابشونو میده، لو ارادو لعدو، لو ارادو الخروج لعدو له عده. اونا میگن لو استطعنا لخرجنا، اگر میتونستیم اقدام میکردیم. خدا جواب میده لو ارادو لعدو، اگر میخواستن اعداد میکردن، برنامه شون آماده میکردن. ولیکن کره الله بعاثهم فثبتهم، اینا رو بستشون و قیل قعودوا مع القاعدین، این فریاد که بلند شد اونها نشستن با همون هایی که نشستن. خوب دقت کن، ما خودمون رو نفی میکنیم تا تکالیفمون نبینه، مکراه شیطان.
مشکل رو بزرگ میکنیم تا بنشینیم. مشکل زیاد. شرایط رو سخت میکنیم تا توجیه ماندنمون باشیم. پشت در بسته میستیم، مشت میزنیم. بابا پشت در بسته ایستادن نشستن توجیه ماندن نیست. اگه در بسته است به یه راه دیگه فکر کن. کلیدی باز کن براش، فتح باش نیست، از یه راه دیگه شروع کن. اونایی که گفتم شعور تجربه کردن و شعور تکرار نکردن رو دارن، راه رو پیدا میکنن. تو بنبستا نمیمونن. یجعل لهم مخرجا. من یتق الله یجعل لهم مخرجا و یرزقه. براش راه درست میکنه. ما اگر در بنبست هموندیم، بدونید که از مسیر حق، اطاعت حق، مسیر امر حق حرکت نکردید. امر حق بنبست نداره. نه تنها بنبست نداره، رزق داره، توشه داره. یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا با اندازه ها همراهه. اینی که قدر که آمد غرور میره کنار، اندازه چیزی که آمد اقترار میره کنار. اقترار که کنار رفت، تو میبینی مشکلات تو، برای مشکلات آماده میشی. از مشکلات چرا بدرسی؟ از مشکلات مرکب بساز، یاد بگیرم مشکل چگونه استفاده کنم. گفتم بنام اینه بار سنگین رو دوشتون بذارم، خیالتون راحت باشه. کم و زیاده هر بدونید خیلی مسئولیت رو. ای منتظر شرایط، مقتر به شرایط، مقتر به مشکلات، مقتر به تنهایی، مقتر به شبهات نشید. بشین حلش کن. ولی اگر انسان بخواد با اولین برخورد با مشکل کنار بکشه، باید روز اول خلقت میمونه. تا اینجا اومده بشه، با یه انگیزه طبیعیش تا اینجا حرکت کرده، بخواد با انگیزه الهیش نتونه پرواز کنه؟ اگه میشه. وقتی شیاطین تا اینجا با این نیرو اومدن، بخواد انبیا پیش از این رو نرن، با سر نرن. میخوای کسانی که متوجه به حق شدن بمانن، اونم تو راهی که وقتی تو عاجز شدی تازه اول سیرته. اما یجیب المضطر رو تو داری. مرگمون چیه؟ اقترارمون چیه؟ چرا ما بیم خودمونو بی خودی فریب بدیم، بگیم خیلی امکان هست، خیلی نه، هیچ امکان نیست، همش هم مشکله، ولی میتونی بمونی؟ وقتی نمیتونی از مشکل استفاده کن، از خود موانع مرکب بسن. این چیزی که بشر آموخته تو زندگی عادیش، از همون دشمن باید یاد بگیره چگونه استفاده. اگر بنا بود گفتم امیرالمومنین در برخورد اول با مشکلاتش کنار میکشید و کنار میکشید و کنار میکشید، کجا این خط سرخ تشیع، خط سبز تشیع تا امروز باقی شد؟ مشکل اومد، علی رو کنار گذاشتن، قصه نه، با گلوی درد و چشمش شروع کرد کار کردن. از دشمنای خودش نیرو گرفت. گفتم سر ابوبکر رو گرفت، گفت محمد ابنی من صدر علی بود، پسر من محمد، از پسر سر، از همه اون رؤسایی که در اونجا مانع برای راه علی ساخته بودن، از همون رو مسئله ساخت، از همون تبعیض و اعتراف و اشرافیتی که حکومت عدل علی رو سخت میکرد، از همون ها بر علیه عثمان استفاده کرد. پس میشه از موانع مرکز، میشه تو هر شرایط برخورد مناسب داشت. خوب دقت کنید، این نباش مرکزانی که مشکلات عذر ما باشن. این من جمله بود گفتم، مرض موضوع کار طبیبه، در حالی که مانع مریض. آدم مریض مرض مانعشه. اونجا هم هی درد دوا، مثلا برخورد عاطفی مثلا بخواد بشه باش، خیلی دیگه مشکل پیدا میکنه. در حالی که مرض در هنگامی که برای مریض مانع، موضوع کار طبیبه. طبیب رو مرض کار میکنه، فرار نمیکنه. خوب دقت کنید، موانع موضوع کارتون بشه. یه مانعی که میدونی از کجا اومده، این مانع شناسنامه ما رو بررسی کنه، از کجا اومده، کجا بزرگ شده، به کجا وابسته. وقتی مانع شناسایی شد، به خدا قسم میشه تسخیرش کرد، میشه تغییرش داد، میشه همه کارش کرد، میشه سوارش شد. و وقتی مانع اون نشناسه، بالاتر، وقتی دوستت رو نشناسی، دوستت مزاحمته.